سلام، رسیدیم به آخرین روز از اکرانهای فیلم در سینمای رسانه 37مین جشنواره فیلم فجر. امشب نامزدها اعلام میشن. شب هیجان انگیزیه، حتما با ما باشید. خودشون میتونن قابلیت این داشته باشن که با توجه به کسی که فیلم آشفتگی داشت راه آسون‌تری رو برن برای جلب نظر عموم مردم. سلام عرض میکنم. فکر میکنم دیگه امروز جلسه آخره و یه خدا قوت و خسته نباشید. اول از همه به همه شما میگم و ممنون که همه همکاران و دوستان رو همگاهی کردید و میگن دیگه میزبان شما بودید، خوبی بدی دیدیم، ببخشید حلال کن. خیلی دیر به من آلالجون تماس گرفتن در مورد که یک دو تا سکانس کوچیک از فیلم کار آقای جیرانی داریم. من خیلی دوست داشتم، حالا شما داریم میگید یک سکانس دو سکانس، ولی بازی کردنش برای من توی هر فیلمی یا برای هر کارگردانی استرس نمی کنه. برای من مهم هستش که اول که چه بازیگرهایی توی فیلم بازی میکنن که من قراره که نقش کوتاه‌ترش رو بازی کنم و اینکه برای چه کارگردانی دارم کار میکنم. برای من بسیار ارزشمند بود و فکر میکنم حتی یک پلان هم اگر میداشتم توی این فیلم باز برای من خیلی باعث افتخار بود، مخصوصا امروز که بازی رو دیدم. بازی های بسیار عالی مهناز افشار، به شدت متفاوت، آقای رادان و بقیه دوستان و کارگردانی درجه یک فیلم برداری عالی و به نظر من یک فیلم بسیار بسیار خوب دیدم و افتخار میکنم از اینکه توی این فیلم حتی یک سکانس بازی کردم. من ابتدا هم گفتم بدون نسل جوان به هر حال ما نسلی هستیم که باید از فکر این استفاده کنم. بله انجام میدم و مخاطبم فکر میکنم که این فیلم داشته باشه. فکر نمیکنم مخاطب نداشته باشه، اما اگه فکر آقای حسن خان اصلاحی دو تا برادر من بهش مراتب زنگ زد گفتم یه سر صحنه ما یه نگاهی بکنم ببینیم چی هست چی نیست. من بلند شدم رفتم سر صحنه، تو رنج اومد گفتش که آقا رضا گریم کارش کنم. گفتم بله. گفتم گریم کن. گفتم چرا گریم کنه تو رنج چی میگی؟ گفتم هم گریم میمون چه ریختی میشه. ببینید راجع به پایان خیلی با آقای هادی نادی همکار فیلمنامه‌نویسی ما گپ زدیم که اینها نهایتا چی میشه. اومدیم پایان گفتیم خب بتمن که نداره، بدشانسه کاراکتر ما، این بدشانسه میاد در این حال وجدانش هم بیداره، میره سکه های خانومش آدم میده. سلام عرض میکنم که دوستم در واقع طبق استریبورد و دکوپاژ کاری از سالی به ما میدادم تا جایی که در واقع تلاش کردیم که حس نشه در واقع این اتفاقه و همینجوری که شما میگی امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. در واقع سکانس پلان گرفتیم بدون اینکه در واقع یعنی به زور سکانس پلان نشده بود، کاملا با ریتم بازیگرا و میزانسنی که در واقع داشتیم این اتفاق. آقای مسعود سلامی از فیلمبردارای خوب سینما ایران و فیلمبردار فیلم آشفتگی، آقای جیرانی درود بر شما. مرسی، متشکرم. آقای سلامی، ما توی خفگی یک تجربه متفاوت دیدیم از شما و حالا در آشفتگی هم همون اول فیلم متوجه قاب‌های متفاوت میشیم. چرا؟ یه توضیح برامون بدین این چه هدفی داشتین از این کار؟ اولین هدف همون چیزی که گفتی تجربه جدید بود. خیلی دوست دارم تو فیلم هام یه کار جدید بکنم، دوست دارم که تماشاچی چیز جدید ببینه، یه قاب جدید ببینه،
ریسکه، ولی به نظر من این ریسک لازم داره. مردم ما لازم دارن که بغیر از دوربین رو دست و کارهایی که الان داره اتفاق میفته، یه سری قاب‌های کارهای جدید اتفاق بیفته. من دوست داشتم یه کار جدید انجام بدم و آقای جیرانی خیلی خیلی اینو استقبال کرد و من ازش تشکر میکنم که این ریسکو پذیرفت و با هم دیگه تونستیم ریسکو بکنیم. میدونستم شاید خیلی خوششون نیاد، با این علم رفتیم جلو، ولی اینو به جون خریدیم که این اتفاق بیفته. سپاس. خواهش می‌کنم. خسته نباشین، دمتون گرم. دومین فیلمتون حمال طلا، یه کمی همه یه جوری شدن از این همه چرک و اینا، یکم توضیح میدین چرا یکم نگذشتین از این همه نشون دادن چرک؟ برای اینکه توش دارم زندگی میکنم، توش دارم زندگی میکنم تو همین چرک، و وقتی فیلمی رئالیسته و میگیم واقعیه دیگه تخفیف دادن نداره دیگه. اگه تلخ حقیقت داره، اگرم شیرین حقیقت داره، من نه چیزی رو اضافه میکنم نه چیزی کم میکنم، همون چیزی که بوده رو نشون دادم در واقع. و پایان تلخ هم به همین دلیل؟ پایان به نظر من اگر اینا میرفتن اونور تلختر میشد، هم اینا میرفتن خودشون ناکام میشد، هم به ریش ما ایرانی ها میخندیدن که سکامونو بردن. فکر میکنم که مردن تو خاک خود آدم خیلی زیباتر از غربته. این که فیلم رئاله و این تلخی که توش هستیم و اینها رو پاسخ قانع کننده ایه، اما شاید نمیدونم تو اکران عمومی مردم عام اگر بیان ببینن، دوست دارم بیان سینما یه قدری هم لذت ببرن، شاید این همه تلخی رو نبینن. این سینما دو دسته میان وارد سینما میشن برای دیدن فیلم، یه دسته تماشاچی، یه دسته مخاطبه. من برای مخاطب فیلم ساختم، برای مخاطب خطاب میکنم، به کسی طرف حساب من میشه بشنوه. تماشاچی میاد فیلمی رو ببینه که فان داشته باشه، از حالت روزمرگی بیاد بیرون یه تفریح بکنه، که تعبیر من اینه. اون نوع فیلم ها در واقع یک آمپول، در واقع یک داروی هم مسکن اشتها آور و هیجان آور در این حال، که چشمتو به روی واقعیت ها میبنده. این نوع سینما که مخاطب داره یه شوکه، مثل یه شوک الکتریکیه، به شما میزنه شما رو بیدار کنه. و من برای مخاطب طبیعتا فیلم ساختم، اگرم تلخه منو ببخشن، محصول شرایطه. سپاس. مرسی. خب یکی از سبیه کار من و جواد مهدی سمیم پرویز و بچه هایی که در مورد امیر احمد میبرای بچه هایی که تو قسمت اول میدارم و حسین مهری که در قسمت اول فروزی کردیم، این بود که ما یک کاراکتری از خودمون ارائه بدیم توی مانگرد موسیقی که طرفا یک سری طرفدارهایی داشتن و جواب داده بودن کاراکتر. مهمترین و سختترین مسئله این بود که دوباره این دوستان ما رو بپذیرن توی این نقش و یواش یواش من به واسطه الزامات و حسه وارد تغییرات شخصیتی بشیم، که تلاش کردیم که اتفاق بدون اینکه پرش یا جام حسش اتفاق میفته. سختی کار ما در واقع به نام بجز هماهنگی با بچه های جدیدی که اومده بودن به کار اضافه شده بودن، بجز حسه جدید و تناقضاتی که داشتیم به حسه کاراکتری، با این مهم بود که به ما تمام تلاش رو در واقع روی این انجام که به چقدر موفق بودیم. خسته نمیشیم. بالاخره هفت سال رو هفت سال گذشته بود، ما دائم داریم فکر میکردیم که در این هفت سال تو اینا چه گذشته و اینا چه جور آقا میشه. شده خیلی ریز سعی داشتیم که اثر این هفت سال برداشتیم خودمون میکردیم که این هفت سال چه بگیم گذشته شده، حتی خیلی کم میخواستیم که نشون بدیم، ولی امیدوارم که شده باشه. و در باره آقای علی مصطفی از انجمن منتقدان، آیا این حجم از این انفجار با حضور بازیگران سر صحنه نمیتوانست حادثه ساز باشد؟ چرا میتوانست حادثه ساز باشد، ولی خدا رو شکر حتی حوادث ریزی هم داشتیم، ولی خدا رو شکر بچه ها زنده موندن. اون صحنه های جنگ و اون داستان هایی که برخورد ما داشتیم به قول آقای مهدویان چون سالم به در بردیم، به کنار جنگ درونی هم من با خودم داشتم، چون ساختار فیلم های آقای مهدویان طوری هستش که بازیگر باید از خودش بگذره، به جنگ با تمام جاه طلبی هاش مقابله کنه تا در راستای فیلم و در هدفی که فیلم داره در خدمت فیلم باشه. من خیلی خوشحالم که با این گروه درجه یک کار کردم.
امیدوارم که برای فیلم بهترین اتفاقا بیفته. همین جشنواره ملی فیلم فجر داره آغاز میشه. مسعود نجفی مدیر رابطومی روی استیج قرار گرفته. تقریبا تا قبل از 10 هم به پایان می‌بریم که دیگه شب آخری خیلی خسته نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان همکاران محترم در حوزه رسانه، هم خدا قوت میگم هم تشکر می‌کنم به خاطر این تلاش شبانه روزی شما در این 10 روز جشنواره که خیلی واقعا خب سخت از زحمت کشیدید. نامزدهای بهترین جلوه های بصری، جواد مطهوری برای فیلم مسخره باز، محسن خیرآبادی، رضا میساقی، شهاب نجفی برای فیلم غلامرضا تختی، هادی اسلامی، امیر سرخیز برای فیلم 23 نفر، جواد مطهوری برای فیلم سرخپوست و سینا قویدل برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی، نامزدهای بهترین جلوه های ویژه میدانی: یک، محسن روزبهانی برای فیلم 23 نفر، دو، ایمان کرمیان برای فیلم سمفونی نهم، سه، آرش آقابیگ برای فیلم شبی که ماه کامل شد، چهار، عرشا اقدسی برای فیلم قسم، پنج، ایمان کرمیان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. نامزدهای بهترین چهره پردازی: یک، ایمان امیدواری برای فیلم شبی که ماه کامل شد، دو، مجید اسکندری برای سمفونی نهم، سه، شهرام خلج برای ماجرای نیمروز رد خون، چهار، سعید ملکان برای غلامرضا تختی، پنج، ایمان امیدواری برای فیلم مسخره باز، و شش، عباس عباسی برای فیلم 23 نفر. نامزدهای بهترین طراحی لباس: یک، محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، دو، مشکین مهرگان برای فیلم سمفونی نهم، سه، محمد رضا شجاعی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، چهار، امیر ملکپور برای فیلم غلامرضا تختی، و پنج، الهام معینی برای فیلم مسخره باز. نامزدهای بهترین طراحی صحنه: یک، سهیل دانش برای فیلم مسخره باز، دو، محمد رضا شجاعی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، سه، کیوان مقدم برای فیلم غلامرضا تختی، چهار، محسن نصراللهی برای فیلم‌های متری شیشانیم و سرخپوست، پنج، کامیاب امینی عشایری برای فیلم 23 نفر. نامزدهای بهترین صدا بردار: یک، ایرج شهزادی برای فیلم متری شیشانیم، دو، مسیح سراج برای فیلم پالتو شطوری، سه، بهمن اردلان برای فیلم 23 نفر، چهار، منصور شهبازی برای فیلم طلا، و پنج، مهدی ابراهیمزاده برای فیلم قسم. نامزدهای بهترین صداگذاری: یک، امیر حسین قاسمی برای فیلم متری شیشانیم، دو، حسین عباس‌صدق برای فیلم سمفونی نهم، سه، مهرشاد ملکوتی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، چهار، امیر حسین قاسمی برای فیلم غلامرضا تختی، و پنج، آرش قاسمی برای فیلم شبی که ماه کامل شد.
نامزدهای بهترین موسیقی متن، یک پیمان یزدانیان برای فیلم های متری شیش و نیم و بنفشه آفریقایی، دو امین هنرمند برای فیلم قصر شیرین، سه افشین عزیزی برای فیلم غلامرضا تختی، چهار مسعود سخاوت دوست برای فیلم شبی که ماه کامل شد، پنج کریستوف رضایی برای فیلم های ناگهان درخت و سال دوم دانشکده من. نامزدهای بهترین تدوین، یک محمد رضا معینی برای فیلم سمفونی نهم، دو بهرام دهخانی برای فیلم متری شیش و نیم، سه خشایار موحدیان برای فیلم قسم، چهار محمد نجاریان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، پنج میثم مولایی برای فیلم غلامرضا تختی. نامزدهای بهترین فیلم برداری، یک حمید خضویی عبیانه برای فیلم غلامرضا تختی، دو هومن بهمنش برای فیلم مصری شیش و نیم، سه شهرام نجاریان برای فیلم خون خدا، چهار علی قاضی برای فیلم مسخره باز، پنج هادی بهروز برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، شش مسعود سلامی برای فیلم آشفتگی. نامزدهای بهترین نقش مکمل مرد، یک آرمین رحیمیان برای فیلم شبی که ماه کامل شد، دو نوید محمدزاده برای فیلم متری شیش و نیم، سه حسن پورشیرازی برای فیلم قسم، چهار یونا تدین برای فیلم قصر شیرین، پنج علی نصیریان برای فیلم مسخره باز و شش جواد عزتی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. نامزدهای بهترین نقش مکمل زن، یک زهره عباسی برای فیلم ناگهان درخت، دو ژیلا شاهی برای فیلم قصر شیرین، سه فرشته صدر عرفایی برای فیلم شبی که ماه کامل شد، چهار نیوشا علیپور برای فیلم قصر شیرین، پنج پانتا پناهی ها برای فیلم درخونگان. نامزدهای بهترین نقش اصلی مرد، یک حامد بهداد برای فیلم قصر شیرین، دو امین حیایی برای فیلم درخونگان، سه هوتن شکیبا برای فیلم شبی که ماه کامل شد، چهار پیمان معادی برای فیلم متری شیش و نیم، پنج نوید محمدزاده برای فیلم سرخپوست. نامزدهای بهترین نقش اول زن، یک مهناز افشار برای فیلم قسم، دو الناز شاکردوست برای فیلم شبی که ماه کامل شد، سه ژاله صامتی برای فیلم درخونگاه، چهار بهنوش طباطبایی برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون، پنج فاطمه معتمداریا برای فیلم بنفشه آفریقایی. نامزدهای بهترین فیلمنامه، یک محسن ترابنده برای فیلم قسم، دو محسن قرایی محمد داوودی برای فیلم قصر شیرین، سه نیما جاویدی برای فیلم سرخپوست، چهار پرویز شهبازی برای فیلم طلا، و پنج نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی برای فیلم شبی که ماه کامل شد. نامزدهای بهترین کارگردانی، یک بهرام توکلی برای فیلم غلامرضا تختی، دو نیما جاویدی برای فیلم سرخپوست، سه نرگس آبیار برای فیلم شبی که ماه کامل شد، چهار سعید روستایی برای فیلم متری شیش و نیم، پنج سید رضا میرکریمی برای فیلم قصر شیرین، شش محمد حسین مهدویان برای فیلم ماجرای نیمروز رد خون. نامزدهای بهترین فیلم، یک سرخپوست به تهیه کنندگی مجید مطلبی، دو شبی که ماه کامل شد به تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی، سه غلامرضا تختی به تهیه کنندگی سعید ملکان، چهار متری شیش و نیم به تهیه کنندگی سید جمال ساداتیان،
5 ماجرای نیمروز رد خون به تهیه کنندگی سید محمود رضوی، 6 قصر شیرین به تهیه کنندگی سید رضا میرکریمی. نامزدهای بخش نگاه نو: 1 جاندار، کارگردان حسین امیری دوماری، پدرام پور امیری. 2 حمال طلا، کارگردان تورج اصلانی. 3 دیدن این فیلم جرم است، کارگردان رضا زهتابچیان. 4 روزهای نارنجی، کارگردان آرش لاهوتی. 5 مسخره باز، کارگردان همایون غنی‌زاده. خب بالاخره اسامی نامزدها هم اعلام شد. جناب آقای داروغ‌زاده دبیر جشنواره روی استیج رفتم و اسامی نامزدها توی بخش‌های مختلف رو اعلام کردن. تقریباً 4-5 تا فیلمی که فکر کنم توجه همه رو جلب کرده بود تونستن تو بخش‌های زیادی نامزد باشن و این صدای همه‌ای که میشنوید بچه‌های اهالی رسانه دارن با هم تبادل نظر می‌کنن درباره اینکه خوب بوده نامزدها، بد بوده، ناعدالتی شده یا همه چی خوب بوده. به هر حال باید صبر کنیم تا فردا اختتامی ببینیم چه اتفاقی می‌افته. خدافظ. سلام به همه شما فیلم نت و فیلم نت میوزی های عزیز. در خدمت آقای محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم خوب ماجرای نیمروز رد خون هستیم و احمد رضا مراجی. سلام بچه ها. علیکم السلام و رحمت الله. سلام. سلام. سلام خدمت آقای مهدویان. فیلم ها دیدیم، فیلم خوبی بود. یه مصاحبه خواهیم داشت با آقای مهدویان در مورد فیلم، از سختی های کارشون واسه ما میگن و اینی که چرا توی جشنواره اینقدر حضور دارن و مطالب دیگه. آقای مطالب بفرمایید، شما شروع کنید. شروع کنید. بفرمایید بپرسید، ما سوال کنید جواب میدیم. چشم. این که فکر میکنه نظرها اینطوریه که ماجرای نیمروز دو نسبت به ماجرای نیمروز یک یه مقدار شاید ضعیف‌تره. نظر شما اینجوریه؟ نظر حالا یه سری‌ها میگن بهتر، یه سری‌ها میگن نه. این الان آره. یعنی بعضی‌ها میگن بهتره، بعضی‌ها میگن خوب دیگه. بعضی‌ها میگن بهتره، بعضی‌ها میگن ضعیف‌تره دیگه. اینایی که میگن ضعیف‌تره، از جمله خودم، این درامیه که شما توی فیلم آوردین و یه قصه ای رو عاشقانه ای رو شاید دارین روایت می‌کنین، من به نظر شخصی من به فیلم لطمه زده. چون قبلا که یه روایت بود خیلی بهتر بود، ولی الان یه خورده شاید به حاشیه برده اون متن داستانته که حالا منتسب به گروهه که مجاهدین خلق یا منافقینه. به حال ما می‌خواستیم یه قصه تعریف کنیم برای مردم و در واقع سعی کردیم که مقدار دوز ملودرامش رو بیشتر بکنیم، به خاطر اینکه بالاخره مردم همش گرام میاد تو سینما باید بنزه کافی سرگرم بشه و اول اون و از وقتی که میگذرونه پشیمون نباشه. حالا بعدم اگر یه سری وقایع تاریخی هم در کنارش دیدیم دیدیم. چرا اینقدر برای جشنواره فیلم میسازی محمد حسین؟ من برای جشنواره فیلم نمیسازم. یعنی اینقدر علاقه‌مندی که توی جشنواره باشه؟ من برای مردم فیلم میسازم، ولی فیلممو تو جشنواره میارم. دلیل اینی که توی جشنواره فجر حضور داریم؟ به خاطر اینکه خب دستاورده زیادی برای ما داره وقتی حضورمون توی جشنواره فیلم فجر. اولیش این است که ما یه شبه اکران، یه اکران کوچولو از فیلم توی جشنواره فجر داریم که در واقع به ما یه تصویری از واکنش مردم به فیلم ارائه میده. ما میفهمیم که قبل از اینکه فیلم رو ببریم وارد چرخه اکران کنیم که یه سیستم خیلی بزرگه، یه تست کوچولو میکنیمش تو جشنواره فیلم فجر و میفهمیم که مردم چجوری با فیلم مواجه میشن. و بعدم اینکه ساختار اکران تو سینما ایران گاهی ما رو وادار میکنه که بیاین فیلم رو تو جشنواره، یعنی فیلمایی که تو جشنواره نباشن سخت‌تر اکران میشن، به راحتی که فیلمایی که تو جشنواره هستن اکران نمیشن. مضافاً بر اینکه یک فضای در واقع رسانه‌ای و تبلیغی حول هر فیلمی که تو جشنواره فیلم هست فجر هست ایجاد میشه که به فیلم کمک میکنه توی اکران. یعنی حضور ما توی جشنواره فیلم فجر ناظر به در واقع کاری که میخوام توی اکران بکنیم. یعنی اینکه ما از جشنواره فیلم فجر به اندازه‌ای که به اکرانمون کمک میکنه و به اندازه‌ای که به ما کمک میکنه فیلم رو به مخاطب سینما برسونیم استفاده میکنیم. خب این فرصته، چرا ازش استفاده نکنیم؟ یعنی به عنوان یه سکوی از فجر استفاده میکنی که فیلمتو مردم با یه پیش زمینه بیان ببینن. بله، یعنی
هم پیش زمینه ای باشه، هم ما بفهمیم مردم چجور واکنش نشون خواهند داد، مخاطب شناسی میکنیم، شاید آدم واکنشای بگیره که بهش کمک بکنه که توی اکران روی چه ریلی فیلمشو ببره جلو، حتی میتونه آدم فیلمشو تاثیر بکنه. این یه فرصت باید به نظرم بهش استفاده کنه. آقای مهدوی، من ببخشید، من برگردم به اون موضوع قبلی، قصه فیلم. شاید برای بیننده‌های ما جالب باشه که شما بگین که اصلا چطور میری سمت این قصه ها؟ این اولا که قطعا برای ساختن چنین فیلمی تو تحقیقات میکنی، میخوام ببینم تو این تحقیقات به این قصه ها میرسی، یعنی چقدر واقعیه، چقدر ساخته ذهن نویسنده های فیلمنامه است، و اصلا چطور میشه که این ایده ها به ذهنت میرسه که بخوای چنین فیلمی بسازیش؟ ببینید، به هر حال بخشش واقعیه، بخشش محصول تخیل. در نهایت فیلم، هر فیلمی، یعنی فیلم های قصه داستانی، یک روایت مخیلن از طرف فیلمساز، حتی اگر موضوعشون تاریخ باشه یا یه رخداد واقعی باشه، یه واقعی باشه که حتی معاصر باشه ولی در واقع بر اساس واقعیت باشه. خب ما قصه تعریف میکنیم دیگه، اگر این قصه ها رو بشه از تو دل وقایع تاریخی رو پیدا کرد، برای ما که تاریخ برامون جالبه، جذابه دیگه. این نکته که داشت فیلمتون این بود که من خودم خب همیشه میدونستم که مثلا مجاهدا منافقا بد بودن و چه و چه و چه دربارشون شنیده بودیم، اما نمیدونستم اینقدر اینا واقعا کشتار داشتن. آنچه که تو فیلم شما دیدم واقعا من حیرت زده کرد و نفرتم رو به اونا بیشتر کرد، به خاطر که مطمئنم که این بخشش واقعیه و تو توی تحقیقات بهش رسیدی. برای همین برای من خیلی جالب بود که این همه اونها اومدن وارد شدن و این همه جنگ کردن، این همه آدم کشتن. بله، ما سعی کردیم تو این بخش اتفاقا خیلی حتی الامکان اغراق نکنیم، یعنی اینکه چون میدونیم این بخش اگر توش بخوایم قلوف بکنیم، بخشی که واکنش برانگیز خواهد بود. در نتیجه اینا مراقبته بود که ما کنیم که این بخش حتی الامکان واقعی باشه، مستند به اتفاقات باشه، هرچند تو شیوه اجرا شاید بالاخره از تخیلمون استفاده کنیم، اما وقایعی رو اضافه و کم سعی کنیم نکنیم. در این مورد فکر میکنم توی ماجرای نیمروز یک مقدار نه قلوف کرده باشی، یه مقدار شدیدتر با این مسئله روبرو شدی، یعنی مسئله کشدار منافقین، خصوصا یه سکانسی که می اومدن و میدیدن ایست و بازرسیه و میرفتن میدیدن دارن برای مردم تیر خلاص میزنن. نه، ما اینا کاملا بر اساس خاطرات و وقایع این ماجرا نیمروز که خیلی سعی کردیم به وقایع، ممکن یه جای پس و پیش کرده باشیم، یه واقعی عقب‌تر بوده جلوتر آورده باشیم، جلوتر بوده مثلا عقب‌تر برده باشیم به ضرورت داستان، ولی در مورد نفس واقعه اونجا هم سعی کردیم که خیلی در واقع زیاد و کم نکنیم. ما مثلا امسال بیشتر فیلمایی که حالا اقتباس شده بود یا یه روایتی رو داشتش تفسیر میکرد مثل فیلم تو، خیلی بیشتر مورد قبول واقع شد، یعنی همه بیشتر دوستش داشتن. تو اگر برگردی به گذشته باز هم، یعنی دو سال پیش باز هم لاتاری رو میسازی؟ بله بله، من جذابترین تجربه توی دوران فیلم سازیم، یعنی از زمان فیلم های مستند، من 15 سال شاید دارم فیلم میسازم، تا الان لاتاری بود به خاطر واکنش بی‌نظیر مخاطب بودش. یعنی نمیدونم این تجربه بازم تو فیلم دیگری برای من تکرار خواهد شد، ولی مردم خیلی لاتاری دوست داشتن و عجیب بود اصلا برای من واکنش ها، اصلا دیگه از پیشبینی حتی فراتر رفته بود. قطعا این تجربه رو اگه برگردم تکرار میکنم، حتی اگه بشه در آینده سعی میکنم تکرار. فیلم بعدی چیه؟ معلوم نیست، هنوز واقعا مشخص. یعنی ماجرای نیمروز سه رو میخوای بسازی؟ نه دیگه، ماجرای نیمروز بس دیگه، یعنی این دومیش هم با اکراه شروع کردیم، ولی خب خدا رو شکر بالاخره شرایط جوری پیش رفت که سعی کردیم یه فیلم جدی و جذاب بسازیم، ولی فکر میکنم دیگه کافیه دیگه، اصلا روی این موضوع کار کردم، فکر میکنم دیگه بسه. یعنی لاتاری دو رو باید منتظرش باشیم؟ آخه تو مثلا آخرین روزهای زمستان رو میسازی، بعد ایستاده در غبار رو با همون سبک سیاق بعد رهاش کردی، اومدی سمت ماجرای نیمروز. آخرین روز زمستان ایستاده در غبار، موقعی که من ایستاده در غبار ساختم واقعا
فیلم اتفاقا راجع به سال قبلی فیلم ساختن راجع به موضوعات واقعی زیاد تو سینمای ما مرسوم نبود. آره. من حتی اون موقع یه بحثی میکردم راجع به اینکه بابا تو سینمای دنیا راجع به موضوعات واقعی خیلی فیلم ساخته میشه، لازم نیست حتما تاریخی باشه. الان میبینیم که راجع به موضوعات واقعی خیلی تو هر سال چند تا فیلم با موضوعات واقعی داره ساخته میشه و داره به قول تو کار میکنه، داره مخاطب داره، جواب مخاطب داره، داره جواب میده. بخاطر مردم جالب براشون یه موضوعی که همه جای دنیا مرسومه، توی سینمای ما خیلی این واقعا مرسومه. شما برگردید به زمان ایستاده در غبار و قبلترش ببین خیلی کم بودن فیلمایی که با موضوعات واقعی. چند سال یه بار شاید یه فیلمی راجع به یک واقعه که واقعی معروف ساخته میشه، ولی اینکه الان سالی چند تا فیلم داره ساخته میشه به نظر من اتفاق خیلی خوبیه. من اصلا اینو دوست دارم، خودم خیلی دوست دارم و فیلمم تو سینمای دنیا هم خیلی از اقتباس میشه از موضوعات واقعی. شاید فیلمی بسازم راجع به خاطرات واقعی مثلا، یعنی یه جنبه دیگه است، یعنی خاطرات شخصی، داستانای شخصی آدم ها. نمیدونم، باید ببینیم چی پیش میاد. من الان دارم به چیزهای مختلف فکر میکنم، اینکه کدومشون بعدی مخواهد بود هنوز مطمئن نیستم، ولی خب مسلما قصد داریم به فیلم سازی ادامه بدیم. حالا چه فیلمی باید ثبت کنیم بریم؟ تو فیلمساز سیاسی هستی؟ نمیدونم واقعا، یعنی واقعیت این است که توی جامعه داریم زندگی میکنیم که بخش زیادی از اتفاقات رفتارهامون سیاسی، همه چی یه لایه سیاسی داره. دیروز پرزاد داشتم به کسی میگفتم، میگفت فیلم اجتماعی فیلم سیاسی اینا، گفتم اما توی جاهای دیگه دنیا شاید مسائل اجتماعی با مسائل سیاسی تفاوت داشته باشه با هم دیگه، یعنی مثلا فقر، نداری، آموزش و پرورش، اینا چیزای موضوعات اجتماعی، اعتیاد مثلا تو جاهای دیگه دنیا، سیاست یه چیز دیگه است، ولی تو ایران همه اینا سیاسیه، یعنی هر چیزی رو که نون خریدنمون هم سیاسیه، یعنی در واقع ما گریزی نداریم از اینکه یه در واقع کنشگری سیاسی داشته باشیم، یک فهم سیاسی از هر موضوع داشته باشیم. به این معنا ممکنه هر فیلمی من بسازم سیاسی تلقی بشه، به خاطر اینکه نمیشه این وجه رو نادیده گرفت. ما اصلا جواد عزتی هر کدوم از این نقشایی که تو توی ماجرای نیمروز داشتی یه مابعضای بیرونی داشته، تو سعی نداشتی توی این فیلم سعید امامی رو به تصویر بکشی؟ نه اصلا، اصلا. خیلی شبیه سعید امامی. خب ظاهرش شاید شبیه باشه ولی کاراکترش نه. یعنی اصلا سعید امامی جز اون گروهی که تو ماجرای نیمروزی یک معرفی کردی نبوده؟ واقعا به جد میگم که نبوده. اون پنج نفر دیگه اون موقع هم توضیح دادم راجع بهش. ولی شما وقتی کاراکترها رو طراحی می‌کنید توی چهره پردازی تو فیلم، بالاخره من همین الان موقعی که این فیلم طراحی می‌کردم کلی تصویر از اینترنت دانلود کرده بودیم، بعضیش هم نمی‌شناختیم. مثلا با گیرمونم که صحبت می‌کردیم می‌گفتیم ببین به نظرم مثلا افشین شبیه این باشه خوبه، یا مثلا صادق شبیه این باشه خوبه، یا مثلا لیلا یا همون سیما واقعا از کاراکتر واقعی، مثلا حالا ممکنه اون آدم یه آدم واقعی بوده باشه، مثلا ما یه عکس کسی گفتیم آقا سیما این شکلی باید باشه و اون شکلیش کردیم. چقدر گریمشون خوب بود خانم. آره خیلی گریم کار گریم شهرام من خیلی دوست داشتم واقعا تو فیلم، هم تو این فیلم هم تو مطلی. به نظر من خیلی از بچه‌ها کارشون فوق العاده است، شاید مثلا به دلیل اینکه قربانی یه مسائلی میشه نادیده گرفته میشه کارشون. حالا امیدوارم آقای مهدویان فیلمایی که میسازین، فیلمایی که شما میسازین پروداکشن های عظیمی داره، یعنی از لوکیشن، از صحنه، فضاسازی و همه چیز خیلی عظیمه. حتی توی نوشتن فیلمنامه شما باید تحقیقات گسترده‌ای بکنید که یک جایی به شما ایراد گرفته نشه، خورده نگیرن که اینجاش اشتباه بود یا فلان. به هر حال تاریخه. خب فیلمات هم موفقیت آمیز بوده همش، رازش چیه؟ یعنی چی باعث میشه که شما از پس این پروداکشن عظیم به شکل قابل قبولی بر بیاید؟ واقعیتش این است که خیلی به خودمون سخت میگیریم، این صادقانه اذیت میکنیم خودمون رو برای اینکه همه چی درست باشه، همه چی دقیق باشه، درست اجرا بشه و سختی میدیم به خودمون. واقعا راحت از هر چیزی نمیگذریم،
در اوج خستگی تو جایی که احساس میکنیم دیگه همیشه حواسمون به خودمون هست که چون باور داریم که پرده سینما میتونه آدم رو رسوا بکنه اگر ذره کوتاهی بکنه در حق مخاطب و مخاطبا باهوشن، شعور مخاطب رو بالا در نظر جزئیات رو میبینن، بله، و ما سعی میکنیم که در شأن تماشاگرمون فیلم بسازیم. به خودمون سختی میدیم برای اینکه فیلم درست کاملی باشه. یه جایی موفق میشیم، یه جایی نمیشیم. به هر حال تلاشمون رو میکنیم، واقعا از تلاش دست نمیکشیم. میخواستم به یه چیز دیگه برسم که توی افعال جمعی که گفتی ما اینطور، ما اونطور، ما اینطور، این ما یعنی کی؟ یعنی تیمی که همیشه با هم هستن؟ بله، یعنی تیمی که با هم دیگه از روزهایی که خیلی جوان بودیم کار کردیم، کنار هم زندگی کردیم، با هم معاشرت کردیم، تو عروسی های هم دیگه بودیم، برای نمیدونم بچه دار شدن هم دیگه پیام تبریک فرستادیم، مهمونی گرفتیم، با هم سفر رفتیم. یعنی فقط هم کار نکردیم، با هم زندگی کردیم و در تمام طول مدتی که ما هم معاشرت میکردیم به کارمون فکر میکردیم، به رویاهامون فکر میکردیم و هی ارتقا دادیم. این محصول تلاش جمعی، این کاری یه نفر نمیتونه باشه. یعنی من گاهی اوقات خودم وقتی فیلمای خودم رو نگاه میکنم، این فیلم آخری رو به خصوص میبینم، تردید ندارم که کار فقط من نیست. باور میکنم که انرژی یک جمع فقط میتونه این فیلم رو بسازه. گاهی اوقات یه چیزایی رو آدم نگاه میکنه میگه آخه این میشه یه نفر این کارو بکنه. نه، نمیشه، بخاطر اینکه اصلا یه نفر نکرد این کارو. این کار یه گروهه و این گروه به خوبی تونستن همدیگر رو تکمیل کنن، ایبهای همدیگر رو بپوشونن، قدرت همدیگر بیفزاین و نتیجه شده فیلمایی که داریم می‌سازیم خدا رو شکر تا حد زیادی مقبول مخاطب افتاده. انشالله جاهایی هم که نتونستیم موفق نبودیم میفهمیم، درک میکنیم، صدای کسایی که فیلمامون رو دوست نداشتن رو میشنویم و باز بهتر و بهترش میکنیم. ما هنوز زیاد وقت داریم. به عنوان آخرین سوالم در مورد اکران بپرسم که فکر میکنی اکران نوروز رو بهتون بدن؟ نمیدونم، یعنی باید ببینیم فردا چی پیش میاد. اختتامیه جشنواره ما به هر حال جزو 5 فیلم برگزیده آرای مردمی هستیم و فیلم پر مخاطبی بودیم تو جشنواره، که پر مخاطب ترین فیلم های جشنواره بودیم و باید ببینیم که خودمون هم باید بسنجیم ببینیم اصلا چه زمانی برای اکران برامون مناسبه، بعد برامون تلاش کنیم. اکران نوروز با اکرانهای دیگه تفاوتی داره محمد حسین؟ ببین، یک تفاوت عمده شاید داره و اونم این است که اون به هم ریختگی که تو اکران وجود داره از اول سال شروع میشه و هر چی به انتهای سال میرسه این یه بلبشوی میشه، 30 تا فیلم رو بردن مثلا و اکران ها کوتاه میشه، بریده بریده میشه، اصلا فضا برای تبلیغات تو فیلم وجود نداره، فضا برای دیده شدن فرصت ندارم فیلم هم. اکران نوروز نقطه ای که ریفرش میشه همه چی. فرق جدیش، البته یه ایراداتی هم داره اکران نوروز، مثلا اینکه دیگه وقتی اون 6 هفته تموم میشه همه وایسیدن که فیلم تو بکشن پایین، در حالی که فیلم های دیگه مثلا تو فصل دیگه یه حدود 10 هفته اکران شدن، 12 هفته اکران شدن، هی با تبصره و تکماده و اینا همجور هستن هفته به هفته سینماهاشون رو حفظ میکنن و اینا، ولی یه فوکوسی روی فیلم های نوروز بوده چون یهو ریفرش میشه سینما و 6 تا فیلم هفته فیلم رو پردن و وقتی همه دارن کنترل میندازن که این 6 هفتهش که تمام شه، وقت باید تو مخاطبت تو همین 6 هفته پیدا بکنی. اینا ایرادات اکران نوروز. یا مثلا تو 2 هفته اول عید فیلم های مفرح و فیلم های سرگرم کننده تر پرطرفدارترن، فیلم های یک کمی جدی‌تر، آره، فیلم های کمدی پرطرفدارترن. یعنی 2 هفته اکرانت هم اینجوری تقریبا از دست میده برای فیلم هایی که کمدی نیستن. ولی مزیت بزرگش در واقع این است که همه فیلم ها جمع میشن و دوباره سال اکران جدید شروع میشه با 6 هفت فیلم و سالانه بیشتری میتونی بگیری. یعنی یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، همش خوبی نیست واقعا. باید ما بسنجیم که ببینیم آیا زمان عید برامون اکران عید زمان مناسبی هست یا نه. ما اصلا قصد ساخت فیلم کمدی نداری؟ چرا، به شدت علاقه دارم این کارو بکنم، ولی دوست دارم اگه روزی کمدی می‌سازم کمدی در واقع یه کمدی بسازم که شأن کارهای قبلیمون رو از بین نبره، در واقع یه فیلم کمدی
با پرستیژ و با کلاس بسازم. یعنی میتونیم بگیم که فیلم بعدیت میتونه کمدی باشه؟ ممکنه بله. فیلم نامه داری یا در موردش فکر کردی؟ ما تو همین گروهی که گفتم بارها راجع به ایده‌های مختلف فکر میکنیم، بعضیش هم کمدیه. آخه میگن کمدی ترین آدمه اون گروه خودتی. امیدوارم که موفق باشی. فیلم من دو سالی دارم. آه. بپرس. نامزدها اعلام شدن. از نظرت چیه دربارش؟ ببین من گفتم باز این همجای دیگه که راجع به جشنواره فیلم فجر این بخش داوری های مقدار الان واقعیم ترم نسبت به مثلا دو سال پیش که گله کرده بودم و اینا، کم کم به این نتیجه رسیدم که همین اینم جزئی از جشنواره فیلم فجر. مهم اینه که ما داریم استفاده بهتری از جشنواره فیلم فجر میکنیم. حالا اگر جایزه گرفتیم نامزد شدیم چه بهتر، نشدیم. ولی یه اتفاقایی میفته که این قدر آدم احساس میکنه که آخه مثلا چرا این شکلیه اینو. ولی خب به هر حال دستشون در نکنه. همین دارم اگه نامزد نمیشدیم من که واقعا گله نداشتم. البته دوست دارم کار بچه هامون دیده شه، بچه هایی که زحمت میکشن واقعا، چون اینا دیگه اگه به من باشه از حق خودم به راحتی میگذرم، به خاطر اینکه میگم همه اون چیزی که باید جشن فیلم فجر دست بیارم. من 5-4 دوره فیلم ساختم، در هر 4 دوره جزو 5 فیلم آرای مردای بودیم و یک دوره بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شدیم. دیگه چی آدم میخواد از حضور توی جشنواره، از حضورات پی در پی توی جشنواره. حالا جایزه اگه بود نبود، ولی بچه هایی که کار میکنن زحمت میکشن احساس میکنم گاهی ماها به حال میایم دیده میشیم، جایزه هم که نگیریم دیده میشیم. ولی بعضی ها هستن که به نظر میرسه باید نامزد بشن، باید دیده بشن و نادیده گرفتن اونها ظلم مضاعفیه. اون جاهای مقدار ناراحت میشم، یعنی حتی اون سالی هم که گله کردم من خودم نامزد شده بودم. آره. و اصلا حرف من این نبود که چرا اون من اون سال بیشتر اعتراضت روی بازیگری بود. نه روی خیلی دیگه از عواملمون، خیلی دیگه. ما یه فیلم برداری بی‌نظیر داشتیم. آره. ما فیلم برداری 16 میلیمتری با یه شیوه متفاوت رو تجربه داشتیم که یه اتفاق بود اون فیلم. به لحاظ فیلم برداری نمیشد که به همین راحتی نادیدش گرفت. کما اینکه مثلا الان طراحی صحنه این فیلم نادیده گرفتنش خیلی کار سختیه. ولی کارهای سخت رو میکنن توی جشنواره فجر گاهی بعضیا و در واقع من کاملا آمادم که غافلگیر بشم از اتفاقات خوب و بد. یعنی همش هم بد نیست، یعنی گاهی اوقات هم یعنی ما عادت کردیم تو جشنواره فجر بعضی وقتا از یه اتفاق خوبم غافلگیر. آره. تو چرا و اتفاقات بد مثلا چه جوری میشه بعضی چیزا. ما توی این فیلم من فکر میکنم خودم احساس میکنم مثلا هستی مهدوی خوب بود کارش، خیلی به نظرم کاراکتر دقیق و درست بازی بی نظیر داشتی فیلم. نامزد نشد. جواد عزتی رو جواد عزتی نقش اصلی بود توی فیلم. و ما هم توی فرم جشنواره اصلا نمیدونم چرا فرم جشنواره پر میکنیم، ما هم توی فرم جشنواره در واقع نقش اول مرد چیز کردیم، ولی مثلا توی نقش مکمل در واقع نامزد شده بود. و آدم احساس میکنه گاهی اوقات یه کسایی رو تیرش نامزد میکنن که جایزه بهشون ندن مثلا، میدونی؟ یا مثلا دیده چیزای دیگه، یه چیزایی بدیهی. آره یه چیزایی دیگه بعد از اینکه چند دوره تو جشنواره شرکت میکنی یه رفتارای معانیش معلومه. یا مثلا یه فیلمی تعداد نامزدیاش رو کنترل بکنیم که اگر مثلا به اون یکی فیلم جایزه دادیم نامزدیاش بیشتر از اون نباشه که بی‌معنی باشه. یا به یه فیلمی که نمیخوان هیچی بدن تو بخش فنی مثلا یه کاندیدای آره، این شکل. آره یه سری مدیریت های اینجوری میکنن معمولا جشنواره. البته واقعا جشنواره سختی بود برای داورا. بپذیرید که این جشنواره پر از فیلم های خوب و هر جور داورا تصمیم میگرفتن قطعا یه سری واکنش های رو برمیانگیخت و در واقع از اینجا سخت بود. برای خود یه تصمیم میگرفتن در نتیجه خیلی چیز نیست. خیلی میگم ما چون اون چیزی که باید دست میارن تشتره به دست آوردیم، به این اتفاقات دیگه از جمله اعلام نامزدی ها، حالا احتمالا فردا تو جایزه ها حدس میزنم تو پیشبینی داری تو جایزه ها؟
پیش میدادم ولی ترجیح میدم که خیلی راجعش حرف نزنم، چون واقعا مهم نیست، نباید باعث یه فضای بدی ایجاد میکنه. اینش خیلی برای من ناراحت کننده است و اینم اینه که ممکنه یهو انقدر به این بخش اهمیت بدن که باعث بشن همکارها از هم مکدر بشن یا در واقع جبهه بندی های شکل بگیره، در حالی که ما فیلمسازا باید کنار هم باشیم، باید در واقع یه جوری مدیریت بشه که دلخوری بین عوامل فیلم ها به وجود نیاره، چون اینه که برای سینمای ما جشنواره فجر اصلا داریم جمع میشیم که سالی یه بار همدیگه رو ببینیم، ما در طول سال همدیگه رو خیلی نمیبینیم، اینجا جایی که با همدیگه قرار معاشرت بکنیم، قرار فیلم های همدیگه رو ببینیم، ایبادات همدیگه رو، این اگه رقابت توش یه اهمیت ویژه پیدا کنه نشه مثل بازی استقلال پرسپولیس که بعد از یه مدتی در مجبورشن دوباره خارجی بیارن به خاطر اینکه داورای ایرانی دیگه در واقع نمیتونستن با هم کنار بیان داوری کنن توی دوره‌ای. یادتون هست که ما مجبور برای بازی استقلال با داور از خارج می آوردیم به خاطر اینکه داور ایرانی هر جوری داور خارجی توجیه شده می آوردن. آره که اینجا دیگه حرف و حدیثی باقی نمونه. نمیدونم واقعا آیا آینده جشنواره فیلم بعد به این سمت خواهد رفت که داور از خارج بیاریم نه، ولی امیدوارم اونجا نکشه و خودمون یه جوری حل و فصلش کنیم، سوالمون رو توی سینما خودمون حل و فصل کنیم و به درستی اداره کنیم همه چیز. من سوالی ندارم، سپاس از شما، ممنونم، خداحافظی میکنیم ازتون. از آقای مهدویان هم ممنونیم که در کنار ما بودن و به سوالات ما پاسخ دادن. خدا نگهدار. سلام، در خدمت آقای هادی بهروز مدیر فیلم برداری ماجرای نیمروز دو هستی. رد خون. آره، ما خودمون بهش میگیم رد خون. حالا ماجرای نیمروز دو معروف شده ولی به نظرم بهتره بشیم رد خون که همین شکلی هم بمونه توی تاریخ سینما. درست. در خدمتتون هستیم آقای بهروز. چه صحبت اولیه‌ای داشته باشیم در مورد فیلم ماجرای نیمروز دو، تفاوتش با ماجرای نیمروز یک، یا به قول شما رد خون با ماجرای نیمروز یک، حتی تفاوت تصویراش هم برامون یه مقدار. ببین، ما مثل ماجرای نیمروز یک بنا داشتیم که یک قصه، یک بخشی از تاریخ معاصر خودمون رو بسازیم. عرض شود که یعنی رد خون هم بالاخره قصه ادامه همون شخصیت هاست و با این تفاوت که خب اون اتفاقی که ما تو ماجرای نیمروز یک در واقع در موردش فیلم ساختیم مربوط به سال 60 بود و ماجرای نیمروز دو یا همین رد خون مربوط میشه به سال 1367. به لحاظ جنس تصویر و اینا دوست داشتیم که شبیه هم ماجرای نیمروز یک باشه، ولی به دلایل در واقع به دلیل متفاوت که حالا یکیش میتونه مثلا قیمت ارز باشه و تهیه نگاتیو و اینها، توی بخش فیلم برداری دیگه این امکان برامون وجود نداشت که مثل ماجرای نیمروز یک بتونیم سوپر 16 فیلم برداری کنیم. تصمیم گرفتیم با دیجیتال فیلم برداری کنیم و تا جایی که ممکنه توی بخش فیلم برداری تا حدودی و تا بخش خیلی زیادی تو مرحله پست پروداکشن جنس تصویر دیجیتال رو تبدیل کنیم و نزدیک کنیم به جنس نگاتیو سوپر 16. و راستش تصورم اینه که تر و تمیز شده، یعنی خوب در اومده. اونایی که در واقع می‌بینن، من اغلب کسی که شنیدم این احساس رو دارن که انگار این کار هم با نگاتیو فیلم برداری شده و از این جهت تجربه جذاب و خیلی سخت بود و خدا رو شکر که جواب داد. آقای بهروز، امسال کاندید هم شدین، یعنی جزء نامزدها برای دریافت سیمرغ بلورین بودین. شما سال 92 یه بار جایزه گرفتین، اراتون تو بخش مستند بود. برات ایجاد انگیزه میکنه بعد از این چند سال کار، یا تفاوتی برات نداره که گرفتن سیمو و کاندید شدن و اینها؟ بله، طبیعتاً تشویق شدن اساساً انگیزه آدمو دوچندان میکنه. البته که ما یه تیمی هستیم که راستش خیلی سعی میکنیم درگیر این نباشیم و تصمیم اینه که تا وقتی که انرژیشو داریم و جوونیم و امکانشو داریم که فیلم بسازیم همینجوری ادامه بدیم و متوقف نکنیم اینو. ولی بله، کاندید شدن، اینکه کارت به حال می‌بینی که توسط یه سری آدم نخبه دیده میشه، میگم نخبه چون امسال واقعا توی بخش داورا مثلا برای بخش فیلمبرداری های کلاری بودن و طبیعیه که وقتی توی اون سال که یه همچین آدمی داوره کارت دیده میشه و کاندید میشه باید خیلی خوشحال باشی. حتماً برای من که حداقل انگیزه خیلی عجیبی به وجود میاره. اینکه سیمرغ آیا بدهن یا ندهن،
آره دوست دارم، معلوم هر کی در واقع به یکی دوست ندارم به نظرم خیلی صادقانه جواب نده، ولی آره دوست دارم که در واقع هم کاندید شم هم سیمرغ بگیرم، طبیعیه. ولی خب به نظرم میرسه که توی بخش فیلم برداری تو سینمای ما رقابت به شدت رقابت سختیه و من به عنوان یه آدمی که تازه وارد این عرصه شدم در همین حد که کاندید میشم و کارم دیده میشه و اسمم میره کنار یه سری آدم بزرگ به درجه یک، برای من کاملا لذت بخش. چند سال الان تو توی جشنواره فجر فیلم داری؟ ببینید اولین بار با مستند آخرین روز زمستان اومدیم که اولین حضورمون بود توی بخش مستند، هم من کاندید بودم هم حسین مهدویان کاندید بود که سیمرغ فیلم برداری گرفتیم و فکر میکنم از اون سال به بعد ما تقریبا بودیم فجر، یعنی ایستاد در قوار بود، ماجرنیموز یک بود، لاتاری بود و امسال هم رد خوب. یعنی 6 سال مداومه که توی جشنواره فجر. 6 سال نه ببینید آخه الان مثلا این کار چهارم ماست با کار مستند 5 تا کار، نمیدونم بودیم شاید این یک سال مثلا این وسطا کار نکرده باشیم، ولی بله ما با 5 تا کار بودیم، همه رو توی فجر بودیم و خوشبختانه کارهایی بوده که در واقع توی فضای خبری رسانه‌ای کاری بودن که سر صدا کردن، بهشون توجه شده و در موردشون حرف زده شده. هادی جان چند دوربینه این فیلمو گرفتی؟ ببین این فیلم اساسا قرار بودش که با یه دوربین فیلم برداری شه، ولی خب به جهت پروداکشنش که داشت کار و پروداکشن عجیب و سنگینی که داشت یه سری صحنه نیاز بودش که دوربین دوم اضافه شه و حتی گاهی دوربین سوم. فکر میکنم حدود مثلا 60% کار ما دو دوربینه گرفتیم و بقیهش فکر میکنم با یه دوربین اومدی که خاطرم هست فیلم برداریش انجام شد. البته تو این سبک فیلم سازی تلاش برای اینه که احساس این که دو دوربین است یا سه دوربین است به وجود نیاد، یعنی احساسی به وجود بیاد که با یک دوربین فیلم برداری شده، ولی توی محل فیلم برداری به هر حال میگن گاهی دو دوربین و خیلی کم فکر کنم یک صحنه فیلم با سه تا دوربین ما فیلم برداری کردیم کار. برات آرزو موفقیت دارم، امیدوارم که سیمرغ رو بگیری. مرسی، محبت دارین و همینطور به فیلم برداری فیلم‌های خوب. مرسی. با اون قاب تصویری که مختص به خودته، خصوصا توی حالا به قول خودت نبود ارز و اینطور چیزا، الان باعث شده که یه خورده از اون چیزی که حتما خودت میخوای دور باشی. امیدوارم که به اون نگاه خودت ادامه بدی، چون نگاهت واقعا جالبه، خصوصا توی دوتا فیلم اول، اون مستندی که آخرین روزهای زمستان و ایستاد در قوار، واقعا فیلم برداری عالی بود. مرسی. و حالا شاید مدتی ازش گذشته باشه، ولی ازت تقدیر و تشکر میکنیم. مرسی. ممنونم از هادی جان که در کنار ما بودی. خداحافظتون. خدا نگهدار.